خب انواع هایپوکسمی ها چه خواهد شد با این حساب؟ یعنی چه موقعی سلول ها دوچاره خون دوچاره هایپوکسمی میشه و کاهش پیدا میکنه اکسیژن در خون؟ وقتی مریضم هایپو ونتیلیشن پیدا کرده، صدمه به مغز خورده، یعنی کووید اومده به جای اینکه جاهای دیگر رو درگیر کنه التهاب مغزی شدید ایجاد کرده، صدمه حالا ممکنه که ایسکمیک باشه، یعنی فرد سی وی ای پیدا کرده. چرا؟ چون در کووید پلاکت ها اومدن حالت چسبندگی بیش از حد به همدیگه پیدا کردن، رفتن در عروق مغزی این بیمار به همدیگه چسبیدن، عروق مغزی بیمار رو چیکار کردن؟ مسدود کردن و حالا فرد دچار صدمات ایسکمیک مغزی شده. یا اینکه کووید اومده اساسا خودش در سلول های مننژ در سلول های مغز اثر گذاشته و ایجاد اختلال در عمل کرده شده. یا اینکه شما یک دارویی به بیمار دادید، مثلا میخواستید اینتوبش بکنید، اومدید یه مقدار زیادی مخدر به بیمار دادید و روی مرکز تنفسش در حقیقت اثر گذاشته. یا اصلا این فرد از قبل هم دچار دیفورمیتی هایی تو قفسه سینه‌اش بوده، کیف اسکلریز داشته یا بیماری های خاصی داشته و اون وقت بیمارمون چی شده؟ انتشار اکسیژن از آلوئول‌هاش به مویرک‌هاش چی شده؟ مشکل پیدا کرده و اساساً اکسیژن در خدمت و در حضور خون قرار نگرفته، در خون وارد نشده. پس یکیش دلیلش هایپو ونتیلیشن هستش. یکی دیگه از دلیلها شنتینگ هستش. چه اتفاقی میفته؟ خون بدون اینکه به ریه ها وارد بشه مستقیما از سمت راست قلب وارد سمت چپ قلب میشه. خب ببینید گاهی اوقات ورود نکردن خون به ریه ها به دلیل اینکه اونجا یک انسدادی اتفاق افتاده، یعنی اونجا کلات کرده، مثلا مریضشون دچار کلاتینگ و ترومبوز عروق ریوی شده که خون نتونسته وارد بشه. یه موقع هست که خون وارد شده به ریه ها اما نتونسته در کنار آلوئولی قرار بگیرد که دارای اکسیژن هستش، یا به دلیل التهاب شدیدی که در آلوئول بوده اکسیژن در حقیقت نتونسته ما بین این ممبران ها حرکت بکنه. به همین جهت بهش میگن شنت، میتونه آناتومیک باشه یا غیر آناتومیک باشه، که شما هر دوتاش رو در کووید ممکنه که ببینید. یعنی ممکن هستش که آلوئول ها به حدی ملتهبن، انقدر مایه در اونها افزایش پیدا کرده، دچار ادم شدن در اثر سایتوکاین ریلیز که نمیتونن اکسیژن رو منتقل بکنن، یا اینکه به دلیل اینکه پلاکت ها اومدن و چسبندگی ایجاد کردن عروق ریه در حقیقت مسدود شدن و حالا این خون نمیتونه در حقیقت از کنار تمامی آلوئول ها بگذره. اساساً آنچه که مشکل برای ما ایجاد میکند ویکیو میسمچ است، یعنی عدم تطابق میزان تهویه و میزان خون رسانی. خب ببینید ما همیشه یک ویکیو میسمچ رو در کل ریه‌مون داریم، یعنی ریه رو میگیم زون 1، زون 2 و زون 3. زون 1 که میشه بالای ریه، در حقیقت قله ریه میشه، که در قله ریه به خاطر اینکه بر اساس جاذبه زمین میزان پرفیوژن یا میزان اون خونی که داره اونجا حرکت میکنه کمتر هستش، ولی میزان اکسیژن چی هستش و میزان هوا اونجا بیشتره. پس زون 1 مقدار ویکیو میسمچ داره. زون 2 که میشه بین ریه و سطح ریه میشه، ویکیو میسمچش در حقیقت به کمترین میزان میرسه، چون هم میزان هوای ورودی و هم میزان خونی که وارد میشه کافی خواهد بود. خب اما در زون 3 که میشه قاعده ریه ها میشه، میزان خونی که داره در گردش اونجا وجود داره به خاطر جاذبه زمین بیشتر میشه، ولی میزان هوا چون به سمت قله حرکت میکنه کمتر میشه. پس شما یه ویکیو میسمچ اینجا باز دارید. اما یادتون باشه
به خاطر اینکه بدن میتونه، یعنی زون یک و زون سه با هم دیگه در مقابل هم دیگه قرار دارن، بدن این رو چیکار میکنه؟ جبران میکنه و به همین جهت شما در یک فرد نرمال ویکیو میسمچ ندارید. اما در فردی که مبتلا به کووید هست ویکیو میسمچ ایجاد میشود. چرا؟ اساساً اکسیژن خوبی وارد ریه ها نمیشه، چون عضلات صدمه دیدن، چون ممکنه مغز صدمه دیده، ورودی اشکال داره، آلوئول ها التهاب دارن، تخریب شدن، التهاب شدید دارن، حالتی مثل ARDS در اونها ایجاد شده، یک عالمه مواد التهابی به همراه مایع در اونها وجود داره و یه مقدارشون تخریب میشه، یعنی دیگه اصلا از بین میرن این بافت و بنابراین خون میاد اینجا حرکت میکنه ولی اکسیژنی وارد این آلوئوله نمیشه. یا اینکه چه اتفاقی افتاده به دلیل اون کلاتینگ و اون در حقیقت چسبندگی بین پلاکت ها، میبینی که پلاکت ها چی شدن، اونجا به هم دیگه چسبیدن و وقتی که خون میخواد از که این مویرگی که کنار آلوئول است حرکت بکند، اینجا دچار کلاتینگ شده. پس باز دوباره یک ویکیو میسمچی اتفاق میفته، یعنی پرفیوژن اینجا ندارم در حالی که آلوئول سالم هستش. و تمام این حالت میتواند در یک بیمار مبتلا به کووید اتفاق بیفتد. خب اساساً یادتون باشه که در یک فرد سالم ویکیو میسمچ به وسیله در حقیقت خود بدن اتفاق رفع می شود و ویکیو مچینگ اتفاق می افتد، مگر اینکه اون اختلال به حدی شدید باشد که حالا دیگه پرفیوژن یا ونتیلیشن هیچ کدام نتوانن این رو چکار بکنن، جبرانش بکنن. خب بنابراین با توجه به شرایطی که در بیمار مبتلا به کووید وجود داره، شما باید سه تا مقوله رو بررسی بکنید. آیا سلول التهاب دارد و از اکسیژن استفاده نمی کند و سطح لاکتات بسیار بالاست؟ آیا اکسیژن آزاد در خون کاهش پیدا کرده؟ وقتی که من ABG میگیرم، PAO توی بیمار من کمتر از 80 شده؟ یا اینکه باندینگ هموگلوبین و اکسیژن با هم اختلال پیدا کرده که وقتی که از بیمارم پالس اکسیمتری میگیرم درصدش کمتر از 97-98% هست. پس اگر لازم هست من باید الان چیکار بکنم؟ تصمیم بگیرم و اکسیژناسیون رو به وسیله دیوایس هایی که موجود هست شروع بکنم. خب پس باید فشار سهمی اکسیژن رو از آنچه که وجود داشت چیکار بکنم؟ بیشترش بکنم. خب این هم همون مطالبی هست که حالا من خدمتتون گفتم، میتونید توی اسلاید همین ها رو با در حقیقت با اطلاعات بیشتر و با جزئیات بیشتری مطالعهشون بکنید. خب حالا معیارهایی که من باید برای این فرد اکسیژن درمانی رو شروع بکنم. آیا هر بیماری که میاد میگه سلام علیکم کووید دارم من باید براش اکسیژن بذارم؟ خیر. اگر که ABG گرفتم PAO2ش بین 80 تا 100 و با پالس اکسیمتری بالاتر از 93-94% هست، این فرد طبیعیه. اما اگر ABG گرفتم بین 60 تا 80 اندامهاش سرده و داره علائمی رو به من نشون میده، علائم اولیه میگه فقط حالم خیلی بده، احساس میکنم یه جوری هستم، تمرکز ندارم، مشکلی دارم، باید چیکار بکنم؟ حالا باید کم کم اینجا اکسیژن درمانی رو شروع بکنم با دیوایس هایی که دارم. اما اگر دیگه زیر 60، زیر 40، زیر 30 شد، بیمارم اختلال شعور پیدا کرد، برادیکاردی پیدا کرد، ایست قلبی پیدا کرد، سیانوس پیدا کرد، دیگه این مریضی نیستش که با اکسیژن درمانی معمولی شما بتونید نگهش دارید. شما باید یا به فکر نان اینویزیو باشید یا اینویزیو مکانیکال ونتیلیشن باشید. پس من دارم از بیماری صحبت میکنم که حدوداً بین 60 تا 80 و در حقیقت زیر 80 میزان اکسیژنش افت پیدا کرده و دیگه من زیر 60، زیر 40 هیچ وقت اجازه ندارم که اکسیژن درمانی رو به عنوان پلن یک در نظر بگیرم. حتی به عنوان قوانین سختگیرانه تر هم این هست که شما وقتی که بیمارتون بین PAO توش بین 80 تا
90 افت کرده، شما بعد از اکسیژن درمانی استفاده بکنید تا جلوگیری بکنید از کاهش بیشتر اکسیژن. خب پس اکسیژن درمانی باید در کنارش چی قرار داشته باشه؟ پایش قرار داشته باشه. پایش چگونه انجام می شود؟ ABG می گیرم، پالس اکسیمتری می گیرم، علائم بالینی می گیرم و آزمایش لاکتات رو از بیمار درخواست می دم. ببینید این جمله که اینجا نوشته شده، مهمترین معیار شروع اکسیژن درمانی PAO توی کمتر از 60، معنیش اینه که من یک ABG از بیمار گرفتم، PAO توش کمتر از 60 شده، یعنی از اون ور تو اون منحنی که بهتون نشون دادم اگر پالس اکسیمتری برای بیمارم بگذارم کمتر از چه خواهد شد؟ کمتر از 90، کمتر از 91 خواهد بود. پس نگاه کنید من چه وسیله‌ای را به عنوان معیار در نظر گرفتم؟ آیا ABG دارم یا پالس اکسیمتری دارم؟ اگر پالس اکسیمتری دارم، اگر عدد پالس اکسیمتری به حدود 90 رسید که در کووید ما میگیم دیگه زیر 93% رسید، ما نیاز به اکسیژن درمانی رو حس میکنیم. اما اگر ABG دارم باید چیکار بکنم؟ ABG PAO توی کمتر از 60 رو به عنوان معیار برای شروع اکسیژن درمانی در نظر میگیرم و در تمامی طول مدت اکسیژن درمانی جهت بررسی بیمار باید از این استفاده کنم، یعنی یا باید پالس اکسیمتری داشته باشم یا ABG داشته باشم یا همون ارزیابی بالینی رو انجام بدم. خب پس تو اکسیژن درمانی باید خیلی مراقبت بکنم میزان اکسیژنم درست باشه، بیش از حد به بیمار داده نشه و کمتر از حد هم نباشه. حالا با چه وسایلی میتونم این کار رو انجام بدم؟ سیستم هایی که برای اکسیژن درمانی وجود دارن سیستم های متغیری هستن و نامگذاری اونها بر اساس این هستش که آیا FIO2 توی ثابتی میدن و دامنه FIO2 توی اونها چقدر خواهد بود، آیا اکسیژن رو فقط رزرو میکنن یا نه دائما دارن در حالت جریانی برای بیمار ارائه میکنن. پس تقسیم بندی هایی که دیگه جدیدترین تقسیم بندی که انجام شده به این شکله: لو فلو سیستم ها، های فلو سیستم ها و اکسیژن رزرو سیستم ها، یعنی سیستم هایی که میان ذخیره میکنن اکسیژن رو، سیستم هایی که جریان کم ایجاد میکنن و سیستم هایی که جریان بالا ایجاد میکنن. مهمترین تفاوت سیستم هایی که لو فلو هستن و سیستم هایی که های فلو هستن این هست که سیستم های های فلو یک FIO2 ثابتی رو در تمام طول اکسیژن درمانی خودشون اعمال میکنن، یعنی دیگه بستگی ندارند که پترن تنفسی بیمار آیا بهتر شده، آیا بدتر شده، آیا کم عمق شده یا آیا پر عمق شده. خب سیستم هایی که داریم چیا هستن؟ اون وسائلمون که حالا میام تقسیم بندیشون هم میکنه میشه سوند نازال، ماسک ساده، ماسک رزرو بگ، چادر اکسیژن، فیلتر تراکیو، HFO و انواع ونچوری ها. یادتون باشه سیستمی با جریان کم یا همون لو فلو تنها سیستمی که ما داریم همون سوند نازال هستش که میزان کمی از اکسیژن رو برای بیمارمون فراهم میکنه. مهمترین مسئله در لو فلو سیستم ها این هستش که افای توی ثابتی رو فراهم نمیکنن، متغیر هستن بر اساس عمق تنفس بیمار، بر اساس تعداد تنفسش، الگوی تنفسش متفاوت خواهد بود. خب این سوند نازال به خاطر اینکه ارزونه، در دسترسه و در حقیقت خیلی راحت شما میتونید برای هر مریضی مثلا 3 تومنه 4 تومنه و برای همه مریض ها میتونید راحت این رو استفاده بکنید. امروز میبینید که تا مریض میاد پیش شما میگه سلام علیکم، شما یه دونه سوند نازال بهش میدید. خب یه نکته خیلی مهم رو توجه بکنید. ببینید ما در بدنمون، در حقیقت دستگاه تنفسی فوقانیمون، در حلقمون، بینیمون و حلق دهانیمون کجا میشه؟ ببینید اینجا رو توی شکل نازال کویتی که همون کویته خود بینی هستش، نیزوفارنکس، اوروفارنکس و لارنگوفارنکس ما 3 تا فضا داریم. خب که این 3 تا فضا تقریبا با این فضای نازال کویتی حدوداً 50 سی سی میشه. ما به این 50 سی سی میگیم دد اسپیس، یا در حقیقت اون فضایی که در تبادل شرکت ندارد اما پر از اکسیژن است. خب میشود که پر از اکسیژن بشود.
می شود که مسدود بشود یا می شود که افزایش پیدا بکند. خب پس بنابراین ببینید این دد اسپیس برای ما خیلی خیلی مهم هستش. پس برای اینکه من یک سوند نازالی رو برای بیمارم انتخاب بکنم، اول توجه کنم چقدر کاهش اکسیژن داشتم، چقدر میخوام براش فراهم بکنم. نکته بعد، آیا در این قسمت ها من انسدادی دارم یا انسداد ندارم؟ الگوی تنفس بیمار من چگونه است و در هر دقیقه چه تعداد حجم و چه تعداد تنفس دارد؟ و بنابراین متوجه خواهیم شد که وقتی که ما سوند نازال رو که میتونیم بین 1 تا 6 لیتر برای بیمارمون بگذاریم، هر چقدر که بیمارمون الگوی تنفسیش بهتر باشه، نفسهای بهتری بکشه، نفسهای عمیقتری بکشه و به قول معروف از اون دد اسپیس عبور بکنه، میتونه حجم بیشتری رو دریافت بکنه. هر چقدر آرومتر نفس بکشه، حجم کمتری رو دریافت میکنه. پس به الگوی تنفس بیمار خیلی مرتبط میشه که در حقیقت الگوی تنفسش چگونه است. و به همین جهت سوند نازال یک افای توی ثابتی رو نمیده. الان مریضم تصمیم گرفته نفسهای خوب و خیلی عمیق بکشه، الان تصمیم گرفته که آروم آروم نفس بکشه، الان تصمیم گرفته که نفس عمیق بکشه. پس بنابراین بیمار من چیکار میکنه؟ با الگوهای متفاوتی داره نفس میکشه و این الگوهای متفاوت داره چیکار میکنه؟ باعث میشه که افایوتویی که به بدنش میرسه متفاوت بشه. حدوداً بین 24 تا 44% سوند نازال در بهترین حالت و در ایدئال ترین شرایط میتونه به بیمار اکسیژن برسونه. پس ببینید، من یک بیمار کووید دارم، عضلات تنفسیش احتمالاً درگیر شدن، التهاب شدید داره، ممکنه که سیستم CNSش درگیر شده باشه و بنابراین تصمیم برای اینکه یک تونه سوند نازال معمولی براش بذارم یه مقدار سخت میشه، چون اولاً یه FiO2 خیلی پایین رو براش فراهم میکنم و ثانیاً این FiO2 وریشن خواهد داشت و بر اساس این وریشنش من در حقیقت نمیتونم بگم که هر لحظه بیمار من داره چه میزان اکسیژن میگیره. خیلی از اوقات من باید تعیین کنم، بگم اکسیژن کم شده در بدن بیمار، FiO2 کم شده و بنابراین باید برم یه پله بالاتر، باید دیگه NIV بذارم، باید دیگه این توبش بکنم. اینجا نمیتونم دقیقاً بگم چه میزان اکسیژن بیمار دریافت میکند و چه میزان در حقیقت خروجی این خواهد بود. پس اگر که دارم با بیمار کووید کار میکنم، بهتر است که از وسیله استفاده بکنم که یک مقدار حداقل دقیق تر از سوند نازال باشد. نکته بعد، وقتی شما برای بیمارتون سوند نازال رو میگذارید، یادتون باشه که دهان و وضعیت تنفس بیمار، یعنی در حقیقت مثل این میمونه که مریض داره تو حلق شما نفس میکشه، تو محیطی که میتونه دراپلت های زیادی تولید بکنه، سرفه میکنه، عطسه میکنه. به همین جهت اگر که شما سوند نازال برای بیمارتون میذارید، خوبه که یه دونه ماسک جراحی هم بهش بدید که استفاده بکنه. و خب تفکر جدید بر این است که اگر بیمارتون بیماری های وایرال تنفسی دارد، حالا همیشه که کووید با ما نخواهد بود، ممکنه که دفعه بعد، یعنی به صورت پاندمی نخواهد بود، اپیدمی نخواهد بود، ممکنه که دفعه بعد یک بیماری دیگه بیاد، کمان که ما مرس رو داشتیم، سارس رو داشتیم، کمان که H1N1 رو داشتیم. خب از من باید الان پروتکشن رو و اکسیژن درمانی رو برای همیشه یاد بگیرم. پس بهتر است که در چنین بیمارانی ما از سوند نازال کمتر استفاده کنیم و اگر استفاده کردیم، یک دونه ماسک ساده جراحی هم به بیمارمون بدیم که روی دهان و بینیش رو بپوشونه و از اون لود ویروسی که داره به بیرون تخلیه میکنه کمش کنیم، اگرچه که بیمار شما معمولا ابراز
تنگ نفس خواهد کرد و ابراز ناراحتی خواهد کرد و شما مجبور هستید که چیکار بکنید، اون ماسک ساده ماسک رو بردارید، ماسک ساده جراحی رو. به همین جهت هست که معمولا توصیه می شود، یعنی در حقیقت دلایلش این است که توصیه می شود که در بیمار مبتلا به کووید شما از یک ماسک ساده بهتر است که استفاده بکنید. خب اینم همون مطالبی که خدمتتون گفتم که بر اساس اینکه شما میتونید 1 تا 6 لیتر رو بگذارید، اما به خاطر اون دد اسپیسی که 50 سی سی هست، تا زمانی که میزان اکسیژنتون رو 3 لیتر در دقیقه نیارید بالا، در حقیقت اون دد اسپیس پر نخواهد شد. برای همینه که شما توی بخش ها میشنوید که میگن برای بیمار وقتی سوند نازال میگذارید باید 3 تا 6 لیتر اکسیژن قرار بدهید. خب مزایای سوند نازال چه خواهد بود؟ آسون استفاده میشه، راحت در دسترس، راحت تعامل میشه، بیمارمون ممانعتی در خوردن آشامیدن نداره، تو صحبت کردن مشکلی براش پیش نمیاد، میتونه از بخور استفاده بکنه و بنابراین حتی گاهی اوقات بیمارا اینو به قول معروف لوله کشی میکنن، چند تا به هم دیگه وصل میکنن و مثلا کارهای زندگیشون رو انجام میدن، جلوی تلویزیون میشینن و به همین جهت هستش که افراد بیشتر تمایل دارن که از این سوند نازال استفاده کنن. معایبش چه خواهد بود؟ خب ببینید، این اکسیژنی که دائما داره با جریان به سمت مخاط حرکت میکنه باعث میشه که مخاط خشک بشه، تحریک بشه، حتی ممکنه که زخمی در اطراف گوش و بینی بیمار ایجاد بشه. خب قطعا شما نمیتونید به صورت دقیق بگید چقدر بیمارتون اکسیژن دریافت کرده، چون بستگی داره به اون حجم جاری بیمار، بستگی داره به تعداد تنفس بیمارتون و نباید هم از 6 لیتر اکسیژن رو بیشتر بکنید، چون دچار تحریک، خشکی و آزردگی مخاط بینی بیمار میشه و مقدار زیادی هم از این اکسیژن از طریق بینی و دهانش خارج خواهد شد. و خب قطعا وقتی که شما اون در حقیقت مانومتر رو هم کاملا از آب استریل یا آب مقطر پر نکنید، این میزان خشکی و آزردگی بیشتر خواهد شد. خب یه مطلبی به شکلی حالا دست به دست شده بود که در بیماران مبتلا به کووید بیان از اکسیژنی که خشک هست استفاده بکنن. ببینید اساساً این یک امر غلط است. اساساً شما اجازه ندارید که یک هوای خشک سرد آزار دهنده رو برای بیمار استفاده بکنید. یادتون باشه اکسیژن یک گازی است که دمای جوشش، نقطه جوشش رو دیدین در اسلایدهای اول، بسیار پایینه. گازی است سرد، خشک، خشن، لطافت در حقیقت نداره. حالا شما این گاز رو در حالت عادی که خودتون دارید نفس میکشید با مخاط بینیتون گرم و مرطوبش میکنید، ولی اگر که دارید از سوند نازال استفاده میکنید باید با اون مانومتر در حقیقت گرم و مرطوبش بکنید. خب پس خیلی مهمه که اون مانومترتون حتما آب داخلش باشه و این مسئله که ما بیام در بیمار مبتلا به کووید از اکسیژن خشک استفاده بکنیم واقعا نه داکیومنتی داره و حتی جاهایی هم که اومدن به صورت پایلوت انجام دادن دیدن که تغییری در شرایط بیمار ایجاد نمی شود. خب سیستم هایی که ذخیره می کنند اکسیژن رو در حقیقت الهام گرفته از همین بحث دد اسپیس انسان ها هستن. ما خدمتتون گفتیم که یک دد اسپیس داریم که حدودا 50 سی سی. خب این دد اسپیس به وسیله، یادتونه گفتم که وقتی که اکسیژن رو میبرید 3 لیتر تازه اون دد اسپیستون پر میشه، دقیقا اینجا هم همین اتفاق میفته و میبینن که اگر بیان این دد اسپیس رو، حالا اون 50 سی سی که به صورت نرمال در بدن وجود داره که هیچی، ما یه دونه دیگه 50 سی سی، یه دونه دیگه 100 سی سی رو بسازیم و روی صورت بیمار قرار بدیم، حالا چه اتفاقی میفته؟ حالا رزرو بالاتری برای اکسیژن خواهیم داشت و هر وقت که این بیمار اراده بکنه تنفس داشته باشه، تنفسش میخواد عمیق باشه، آروم باشه، یه فلوی بالایی رو وارد بکنه یا پایین باشه فلوش، میبینن که اکسیژناسیون بهتر خواهد شد.
و بنابراین اومدن ماسک ساده و ماسک با استنشاق مجدد هوای بازدمی و ماسک های بدون استنشاق مجدد هوای بازدمی با کیسه های ذخیره کننده رو ایجاد کردن. خب قبلا که چادر اکسیژن بود که الان یه جورایی کاملا دیگه منسوخ شده. پس شما میتونید در وهله اول در بیماری که مبتلا به کووید هست از ماسک ساده صورت استفاده بکنید. چگونه این کارو بکنیم؟ با اکسیژن حدود 5 تا 10 لیتر یک FiO2 توی حدود 40 تا 60 درصد ایجاد بکنید که میتونه ایدئال باشه برای بیمارتون. اگر هم که بیمارتون حالا چه از بینی نفس میکشه چه از راه دهان نفس میکشه، دیگه خیال شما چیه اینجا؟ راحت هستش، به خاطر اینکه هر دوتا رو در حقیقت دارید پوشش میدید. نکته بعد اینه که باید کاملا ماسک با بینی و دهان چی بشه؟ مماس بشه. نباید انقدر این کش ها رو بگیرید بکشید که صورت بیمار در حقیقت صدمه ببینه. و نکته خیلی 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 مهم دیگر آن است که در بیمار مبتلا به کووید شما زیر 5 لیتر با ماسک ساده به هیچ عنوان نباید اکسیژن برای بیمار ایجاد بکنید. علتش چیه؟ ببینید الان شما یک فضایی رو آوردید رو صورت بیمار. خب اکسیژن داره از این پایین میاد به سمت بالا توی راه هوایی بیمارتون وارد میشه، قبوله؟ حالا بیمارتون الان میره تو فاز بازدم و هوا داره از راه ریش و از راه هواییش میاد به سمت بیرون تخلیه میشه. از کجا تخلیه بشه؟ باید از این پورتهای اکسهلیشن یا پورتهای بازدمی تخلیه بشه. اگر این پورت ها رو خواهش میکنم، اولا یادتون باشه گاهی اوقات اون نرس ها در اوایل کار میمدن این پورت ها رو چسب میزدن. خب اگر شما این کار رو انجام میدید باعث رایز CO2 در بدن بیمارتون میشید. مریضتون CO2 بازگشتیش رو از کجا تخلیه بکنه؟ خب قطعا باید از این پورت ها این کار رو انجام بده. بعد اگر این کار رو میکنید و چسب میزنید، میدونید چه اتفاقی میفته؟ باعث میشه که از اطراف صورت بیمار با یک لود بسیار بالای این تخلیه بشه که آلودگیش چی میشه؟ بیشتر و بیشتر میشه. پس به هیچ عنوان این پورت های اکسهلیشن نباید چسب بخوره. خب حالا سوالی که مطرح میشه، اگر من این اکسیژن رو مثلا 3 لیتر اینجا قرار بدم، خب اینجا 3 لیتر اکسیژن قرار دادم، وارد ریه بیمار میشه، حالا بازدم بیمار از اینجا میخواد تخلیه بشه، این 3 لیتر اکسیژن غلبه باید بکنه، یعنی اینقدر باید اینجا توربولنس جریان وجود داشته باشد که بتواند CO2 بیمار را بشورد و ببرد. خب اگر که اینو کمش میکنید در حقیقت چی میشه؟ مریض CO2ش رو ریبریس میکنه. پس حتما باید چیکار بکنم؟ این رو 5 لیتر بگذارم برای ماسک ساده که این اکسیژن ها در حقیقت وارد ریه بیمار بشن، واش بکنن ریه رو، CO2 رو ریموف بکنن کاملا و CO2 که از بینی بیمار خارج شده از داخل ماسک هم پاک بشه. چگونه؟ با این فشار اکسیژنی که نمیگذارد که CO2 دوباره به اینجا تجمع پیدا بکند. خب پس نکات مهم این است که مریض شما حتما باید 5 لیتر در دقیقه اینجا اکسیژن داشته باشد و اینکه حتما اون حجم در حقیقت ماسکتون رو باید در نظر بگیرید و برای مثلا اطفال ماسک اطفال و برای بزرگسالان ماسک بزرگسالان رو بگذارید. و خب افایتوی خوبی هم خدمتتون گفتیم که بین 40 تا 60 رو برای بیمارتون ایجاد میکنه. خب مزایاش اینه که خب راحت‌تر استفاده میشه اگه بیمارتون پولیپ بینی داره، اگر که مشکلی داره، اگر یک زبان بزرگی داره، در حقیقت باز هم هوا به ریه هاش وارد میشه. خب ولی یادتون باشه دیگه مریضتون نمیتونه صحبت بکنه، صرفه که میخواد بکنه بعد اینو برش داره، ترشحاتش رو میخواد تخلیه کنه بعد برداره. اگر مریضتون NG تیوب داره، حالا چه اتفاقی میفته؟ یک رزیستنس بالاتری در راه هواییش ایجاد میشود که تو این حالت تحملش برای بیمار مشکل میشه.
احتمال اسپری کردن مواد اگر که بیمارتون استفراغ بکنه، خشکی پوست و تحریک چشم ها هم در این بیمار وجود داره. خب پس اومدن چیکار کردن؟ حالا با همین الهامی که گرفتن از ماسک ساده، اومدن بهش یه کیسه ذخیره کننده هم اضافه کردن. خب این کیسه های ذخیره کننده به دو شکل بودن: ماسک هایی با استنشاق مجدد و ماسک هایی بدون استنشاق مجدد هوای بازدمی. ببینیم مثلا اساساً ماسک هایی که به این شکل ذخیره می کنن چطوری در حقیقت عمل می کنن؟ خب ماسک های ذخیره کننده اکسیژن در حقیقت یک بخش اضافی بهشون اضافه شده، همون رزرو بک هستن که حجم دد اسپیسی رو که ازش صحبت کردیم الان افزایش میدن. خب این دد اسپیس رو حدوداً 1000 تا 600 سی سی افزایش دادن و خود اون ماسک که یه چیزی حدود، بستگی داره البته به سایزش، بین 50 تا 200 سی سی حجم ذخیره ایش هستش. پس بنابراین ببینید این 1000 تا 600 سی سی به اون 50 تا 200 سی سی اضافه میشه و بنابراین یک ذخیره بالایی رو الان اینجا ایجاد میکنه. خب پس قاعدتا یک افایو توی بالاتری حدود 60 تا 80 درصد رو برای ما ایجاد میکنه و میزان اکسیژن تنظیمی توی این بیماران باید بین 6 تا 10 لیتر پر مینت تنظیم بشه. یعنی در حقیقت این 6 لیتر میتونه نشان دهنده همین قضیه باشه که اون واشینگ و شستشوی CO2 زیر در حقیقت ماسک الان نیاز به یک فلوی بالاتری داره. پس یادتون باشه که به هیچ عنوان زیر 6 لیتر اگر که برای بیمارتون از این نوع ماسک ها استفاده میکنین، به هیچ عنوان زیر 6 لیتر تعبیه نشه.